عارفی اگه بدونی که چه برزخی تنها گذاشتی و رفتی. چرا یوسف؟ چرا این کار کردی؟ چطور تونستی؟ چرا فکر کردی حق داری این کار رو بکنی؟ چرا به من فکر نکردی؟ به افسانه زنت، به حمید بچهت؟ چرا همون لحظه نتونستم بگم نه یوسف اینو از من نخواه، من نمیتونم؟ چرا نال شدم؟ وقتی هم خواستم حرف بزنم دیدم با سر و گردن خونی تو بغلمی. دیدم رفتی و من موندم با یه سکوت وحشتناک، یه پای برید و یه وصیت دو خطی، یه تکلیف که افسانه و همین تنها علی بعد من پدر بچه‌م باش. هی یوسف، یوسف، یوسف. چرا مطلب دادم به شما؟ آدمی زاده دیگه اشتباه میکنه. محمود غلط چاپی اونم تو تیتر؟ توقع داری باور کنم؟ شما تو مصاحبه من دست بردی. این از هر من شمسه. یه جوری تیتر رو علم کردی انگار منی که مخالف تفرقه و دو دستگی و چند دستگی هم شدم علمکش یه عده کاسه داختر از آش. آقای محمودی عزیز من، برادر من، شما داری با این کارت بین بچه‌ها اختلاف میندازی. بابا هنوز چند سال نیست که اون قطعنامه کوفتی امضا شده. اما ببین چه وضعیه. به خدا من جگرم آتیش میگیره. چرا؟ وقتی میبینم بچه‌ای که تا دیروز سر رفتن تو میدون مین با هم دیگه دعوا میکردن الان به خاطر دو روز نشستن پشت این میز قدرت. لا اله الا الله من یغلل با تمثال هوا. نه عزیزم، الان اصلاحیه میشه درد من میخوره. آقای محمودی بابا صحبت دوستام و مقالاتیت نیست. شما دارید راهو اشتباه میرید. چه مسترد برای دارم من هر چی نرش بگیم این مسترد مسترد از همی باید گرد را دارم من دیگه با شما آقای ندارم. آقام دیم عزیز من از این دعوا بودی بینه میام آهی خودتون به جهنم آقای محمده دیم بسید ساله رو بشید رو میدازیم میخوایی بگیم تا این دعوا چیه؟ بله شما اینجوری بگویم این واجه هم بگو آقا اصلا بذاریم این پوشه من به درد خودم ببینم. عزیز من دیگه وارد بازی شما نمیشم. لا اله الا الله رحم الله من یغرال با تمت سالا با بله الو به خاطر همین باش کنه ایوه هم درست. نه عزیزم دعوتنامه هم نمیخوام. بیام چی کار؟ شما میخوایی مراسم را بندازین اسم شهید بذارین سردر باشگاهتون یا میتینگ سیاسی را بندازین؟ آقای محمودی من این قصه ها رو حفظم. ها چی؟ جواد نه چطور مگه؟ نیومده هنوز؟ واقعا؟ پس تو اونجا چه غلطی میکردی؟ ببین
محمودی به ولا گردی اگه بفهمم کاری به کار اون چهار تا حتی یه زهر چشم گفتم حتی یه زهر چشم جواد هم غلط کرده تمومش کنین دیگه لا اله الا الله لا اله الا الله چرا میخوای اخلاقتو بذاری کنار که چی همش فاهم پیش فامیسی من جواد نایمده نه الان پیداش میشه امان از دست این جواد جواد دعوا کرده آره دعوا کرده من این کار دیگه بلده بکنه جواد با کی؟ با محمودی دعوا کرده؟ نه خیر میلا پاپای تو هم کنه خود رو کسید میکنی رو کار عروضشو با یکی دعوا میکنه اصاب بوده نداره که بیا یا مرد باش گرم رو من نمیخوام آخ خوبه بله دستت خیلی خوبه نگه اصلا نکن دختر الله رحمت لحظه دایی الله رحمت لحظه دایی از سرشنش نزده چکارش داری؟ سوال خودش باشه علی اخ میکنی چه اینو آبادی نام به خدا علی از سر کار میمن یاد اینجوری کتشو مینداخت رو دوشش بیمن تو خونه میگفتم آقا جون بو گازایی میدین همون روشن ها برین همون میگفت اینقدر رو اعصاب من گیز گلرم ناکارت میکنم و الله رحمت الله بعد نمازش که تموم شد میمونم حیال سلام ماشم میکرد از دلم در میابود منم کیف میکرد داشت واقعا تو خونه خالی وقتی میام از صدای پا از همه جاده ها میاد انگاه از یه شب لا اله الا الله رحم الله من رحم الله من نفسان الله افسانی به من زنی نزد امروز زنی نزد نه زنی نزد کار دارم آقا یه دو دقیقه به منم رفت بزنم اشکالش نکن زیاد دوری بس من آجیه امروز تو علا افسانی جون سلام خوبی افسانده قربونه برم سلام بله آره خدا رو شکرم آره نه هیچی میخواستم راجع به این همکارم آقای صالحی با طرف بزنم خب نه کسی اینجا نیست خب تو حالا حمیدم بزرگ میشه کنار باشه فقط فکر کردن یه قرن طول نکشه ها باشه باشه ببین این فقط یه عکس هم ازت خواسته بهش بدن یه عکس چقدر تو عمالی بابا یه عکس خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب آقا جون نمیدم بهش باشه باشه آروم باش خیلی خوب فردا میبینم دیگه مسابقه من دیگه نه فردا اگه حریفم رو شیشه امتیازی کنم رفتم بالا آره همون بابش هم میبه میخورم آره باشه باشه قربت برم برو برو باشه عزیزم برو قربت برم حمیدو ببوس باشه باشه فعلا برو قربت برم خدا من حداقل پشت در فال گوش وای میستم از این سالیه چیه؟ چی؟ سالیه که راجبش صحبت میکردی چیه قضیهش ما میگیم؟ هیچ هیچی دروغ هم که میگی؟ نه خدا قسم نخور دختر خدا لعنتی نکنه تو که نمیتونه تو دروغ بگه نه که نمیگی؟ اینم چیه قضیهش؟ هیچی بابا این آقای صالحی همکار منه تو شرکت خب از افسانه خوشش اومده افسانه هم همچین بعدش نیومده فقط یه ذره مردده همین جدا؟ مبارکه مبارکه نماز هم داره قضا باشه علی این روزا یه چیزی هست با یه چی نیست چرا دیگه یه دردی داری خب به من بگو من خواهرتم من هیچ دردی ندارم خب ماما همین چند سوشا میگو خواب دیده آقا جون اومده به خوابش سرش داد داده گفته چرا یه فکری باله این علی نمی کنی تو بابا پشت فرمون با کارمون
فکر شما برای آقایون با کارون یه شما دارم دارم با مزدگی میکنی کامیون شاید این واقعا میخوای خواهری کنی یه فکر باید جواد بکن که کار شده شده جواد بگش کن بابا خودش هم میگه دور منو خیت بکش بابا همین چند توشون مامان اومد دو کلمه باش حرف بزنه آقا پای جوره تو دست مامان سن چی گفت؟ به ارواح خاک آقا جون قسم خورد که اگه قرار خرشه بعد تو خرشه اون باور کرد جواد نمیشناسی وقتی به ارواح خاک آقا جون قسم خورد یعنی حرفش خیلی حرف نه قسم خورد قرار خرشه بعد از تو خر میشه نه بعد شما خر میشه حالا این مثلا یه خری پیدا نمیشه به شر تو قسم تو چرا بحث رو عوض میکنی من نمو تو حرف میزنم دون نداری به نظر یه خوبه قدی بگیم میزن بوش آشپزخونه چون خوبه سرگی کنه برای میکنی ازت بادی بعد نسای شرکت و مسابقه و کارات مسخره لما بری توش بخوابی چی؟ که خوب عمل بیاد باشه یه بیگه دست بزنیم دست بزنیم اصار دل گناه من نیست تفیر دل عشق تو دیوونم کرده بیاموشیونم کرده ناز تو خواهر برادر خوب با هم دل میدیم قلبه میسیم اینجا فنتی هاست فنتی جواد درود بر قهرمان کاتای کشور که کلی فردا برات روز خونی دارم اص ناهه ولرم یه بس هم ولرم خلی گل دارم ولرم آبا همون داغه؟ بله دایی چون بیا لیفتی بکشیم نسید بیل بابا تو شاهه بیا لیفتی بکشیم آه شام جا چی آماده است؟ اون بزن از راه بریسی این چطور هم تحصیل بردن بزرگره بیتر بیاد شاکریم مخلصیم دیوار بسیج ایس باز رسی بیر پای گاه کمیتا دمت گرم دمت گرم جون باز که خاک ریزیش کردی اخمی من یه روز باید باشم برم دو کوه ببینم این دو کوه کجای عالمه چه سری داره که آب داداش ما اون تو پنجر کرده بیرونم نمیاد صبح دو کوه، زور دو کوه، شب دو کوه قبل از قضا دو کوه، بعد از قضا دو کوه بیا بیرون بابا علی آقا جنگ تموم شد چرا من خبرم به شما دیر برسن؟ ها؟ بابا قطنامه امضا شد من نگاه علی آقا قطنامه امضا شد همه چیز بوتارد و فینیش اینا چیه؟ بدای قصده بخوری که بخور تحت ویندوزی شو بخور امپراتور قم آقامون داریوش دایی بارو بریم بوی گندم مال من سرچی که دارم مال تو یا آقای صدا ابی وقتی دلگیری و تنها قربت تمام دنیا از طریق چیه چینی مینی هست مالم تو بازار خشایاری مشایاری ناز انگشتای بارونت تابم میکنه دو کوه رفتن یه جون جان دو کوه رفتن یه جون اینو بگی بعد البت معرفت قلومه پرمیداش کچی که فکر دل نازو که ما رو نکرد کجا بودی جواب میگه دل که سفال نیست بشکره با سیویشون بندش کنی دایی جان دل که شکست دیگه شکسته از غم عشقت دل شیدا دل شیدای من کجا بودی جواب شیشه میدر بابا دیر کردم میدونم معذرت بخوام ببخش میخوای نماز تو بخونی به جون علی تا تو نماز تو بکوبی زمین بنده میپرم بیا همه این چون سر پایی میگیرم و میام بیرون همشه همون چاکر و قبراق همیشگی و شما با میپریم تر که موتور رو لوکری تو میکنم میبرم ات بهش زرا سر زدم باشگاه گفتن خیلی وقت رو افتادی کجا بودی؟ راستی مومن تو چرا باشگاه نیومدی؟ این همه ابداعات میشه ناسلامتی سالگرد رفیقت بودم چرا نیومدی مهندس؟ آخ مهندس مهندس چرا بنزین تموم شد؟ مهندس آیا چشه چرا کبوده؟ چرا؟ ببینم جواب چشه چی شده؟ بگو بسید انتراق میکنی آقا مهندس اینه که یاد نرفته که ما داشت بزرگه این بابا اومدن این زد به سرم یه تکشخی با این موتور رو بزنم زمین ریز بود فرود کردیم تو زمین ساده شانس آمدیم که بوسگری ما بود وگرنه میرفتم بهش زهرا اونم به صورت افقی گفتی لال بشی آخ 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 یه جوک دارم راست کارتو دایی بیا شما گوش نکن سنگ میشی بیا اینجا دایی گفتم پسره داشتم با هم تو فکر کردی خیلی قلچماقی گردن کلوف بیجا با
پس خبرها رسیده آره؟ خبر؟ من یه دستم به این محمودی گوه نرسه دارم. چرا این کار کردی جواد؟ جواد دعوا کردی؟ جواد برای کی این کار کردی؟ حالا راضی شدی؟ برو سیلانو بده جلو بگو تونستم حق برادر شما هم بگیرم. چرا کردم مگه؟ من دیگه نمیبخشم. چرا نمیبخشی؟ به خدا نمیبخشم. جواد نمیبخشم. مال من رو نمیدونم ریا کردم ربا کردم تو نمیدونم این چی با کرده مال یکی دادم توقع قیمت کردم یه گناه کبیره چیه بگو یکی یکی اصلا اینا رو کرده باشم تو چرا باید من رو ببخشی خدا نه بابا تو هم این دعوا کردی دعوا پدا سگ چیه؟ یه بار دیگه این محمود یه گو کوچه ما موسموس کنم و ببردن به ناوز زهرا چون پاشو قلم میکنم من بعدم این مرد که سلام کرد جواب بی جواب فهمیدی نه با تو هست مرد چه اولاد؟ سکت چیه؟ صد دفعه گفتم با مانتو در بیرون اون چادر لعنتی مال این سر لعنتیه مال این سر چادر نکو کیف زنگ زد داره؟ مرد چه اولاد؟ خوبه بهش گفتم شطور دیدی ندیدی یا؟ نه 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 صد دفعه پرسیدی گفتم نه به تو چرا پرسیدی شده؟ تو فضول مرده چی داری؟ یک دارم یک داری دایی یه عمر رو ما دارم یک و دو رو خالی میکنن همه جوری تو تازه یکت گرفته بعدم یاد دست میزنه علی آقا ببین من کاری ندارم که تو چی کار کردی و چه نیتی داشتی ولی خب اون گوشاتو واکن ببین چی دارم بهت میگم بعد باشگاه خیر سرم رفتم یه آب میوه زهر مار چیزی کوف کنم دیدم چهار تا جوون با یه دختر پاچه برمالیده نشستن گره همدیگه با کر و کر دارن میخندن پسره داشت با آه و تاب براشون تعریف میکرد که چطور چند روز پیش جلوی بچه بسیجی چلاق در اومده با جواب امر به معروفشو با یه دست شکسته داده و راهیش کرده اینو میگفته بقیه هم که انگار آقا فتح خیبر کرده باشن کر و کر میخندیدن بعد فهمیدم بله به سلامتیت دختره همون دختر خانم نجیبیه که جنابالی به خاطرش چند روز پیش رگ غیرتت کلوفت شده نداشتی دامن افت شده که دام کنم همون دختر بودن یقا با هفت قلم سرخاب سفیدا کم کنسلاشو دارم حرف میزنم خب من باید چیکار میکردم باید گازشو میگرفتم میومدم کم کنسلاشو دارم زر میزنم اونایی رو نمیدونستن که همون بچه بسیجی چلا این روزا بیرون آفتابی نمیشه که مبادا هم قطاراش با دست شکسته ببیننشو برای چزوندن اون چهار تا جوون شهر رو به هم بریزن طوری که دختر بزن که هیچ مرغ و خروسی نتونن با هم یه قدم بزنن علی آقا اونا اینو نمیدونستن ولی من چی میدونستم به خاطر همین ریختم و به شرف همین مرد قسم به شرف همین مرد قسم اگه اون محمود یه پفیوس نبودا هر چهار تاش رو رای بیمارستان میکردم چای داره؟ نه دایی میرن؟ علی آقا ما زمین خوردتیم ما اسیرتیم ما عبیدتیم اینم خودم خوب میدونم که اگه میخواستی خود جلوی اون چهار تا جوان در میومدی حتی با همون یه پای چلاغت به مولا میدونستم اونا نامردی کردن منم قاطی کردم نفهمیدم چطور شد جواب اون محمودی در لقم بماند برای بعد باشو دایی تو رو بشورمه خوشم اگه تبیده دارم میبرم به توشم بهت حالم میدنم نمیفهمی نه آقا بهت بگم ها اگه من این کارو کردم فقط به خاطر نامردیشون بودا یه وقت فکر نکنی با کار تو و حرفات موافقم و یعنی چه میدونم شاید منم جای اون چهار تا جوون بودم و میگم توی کاری که به تو هیچ ربطی نداره تو دخالت میکنی به جای نفت جفت از تو میشوندم آخه برادر من نوکرتم زمان جنگ جنگتون رو کردیم بابا ناز شستتون دمتون گرد اینقدر ملت سر مردم بدبخت نذاریم دیگه مثل بقیه زندگی تو بکن برو تو اتاق نقشه تو بکش ذکر تو بگو نیایش تو بگو نماز تو بخون اهو سجاده تو پنگ کن بده بازه چیز هایی کنی حالا یعنی گویی میکنه خودشم فردای قیامت جواب خدای خودشو خودش میده ایها الناس ایها الناس مردم و زورکی نمیشه فرستاد بهشت والله نمیشه فرستاد بهشت اینا فکر کردن بهشت کوچه پایینیه به زور میخوام تو رو ببرم بهشت آقا من نمیخوام برم بهشت کیو باید ببینم من میخوام برم جهنم جهنم آشنا زیادتر دارم بهشت کسی رو نمیشناسم والله باشو باشو بگم چرا خودتون از چشم میندازین؟ چرا فرقا نمیشون؟ دسته یه دا آدم نامرد
شما جونتون رو گذاشته بودین کف دستتون همین بچه سوسولا دنبال لونه موش میگشتن به قیمت خونه بدشون. جواب چقدر قر میزنی؟ حرفم چه میزنی؟ آخه فوری سیاسیش میکنن. ای گور پدر سیاست، گور پدر سیاست. نه این سیاست لعنتی اگر سیاست بود، نه وضع شما این بود، نه افکار اون جوونه عیاشی بود. داری میری تو یا به زور ببرمه؟ ایفش کار توی خود خراب بکنی، برو تو دیگه داری. نه باشم بارو 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 عیاشی چی؟ عیاشی نهیدم همینجوری فقط یکی ها گیری بدن، گیری بدن، گیری بدن. این کارو بکن، این کارو نکن، این رو به دون کارو نکن، این رو به دون پروانه است که پروانه است. اوها من بود بگو جواب مرده. پروانه است. پروانه جو من اشتباه کردم. من گوشی رو ببینم. من تو وزیر مقاومت میشم. آقا من شاید بگم برو خیابون اربده رو پشمت بدی. آقا من مردی بیا. بخور من اصلا نداری امروز. یه سری خلاص چه بیچاره ای. آقا من توئی. معلومه که عاقل تو منم. زشته. چی میگی؟ بیا. یکی واسه تو گرفتم، یکی واسه این ان. چی؟ اون تانکه فشردش کردیم دشمن دوره اون بله. خب حمله که کردن با علی آقا آماده باشیم. گوشی رو بر نداره این دو کوهه. نمازشو میخونه دیگه، حواسش به ما نیست. سیمه وصل میشه دیگه، حواسشو به ما نیست. تو میخوام حرف بزنم. خب اینجوری ناراحتم، نمیتونم حرف بزنم. حرفای خصوصی داریم با هم دیگه. چرا بند و بسات رو خواهم میشم؟ بذار سگ دارم بهت بگم برو اون ور. دایی کام برو تو همون دیگه. پروانه ده دایی پروانه ده. سلام برد. باشه مرکاز سلام توه. علیک بنال. اسم بابا تو نیار. میگم اسم باباتون نیار، میره رو مخم. بابا اسم باباتون میاری من سیمان قاطی میشه. گفتم به اون بابای فلان فلان شده بگو چند روز به ما فرصت بده، وضعیت خرابه. بهش بگو چند روز دندون بذاره رو اون جگر سیاهش. الان نمیشه. چرا گریه داری میکنی؟ چی گفتم مگه داری گریه میکنی؟ بی احترامی کردم داری گریه میکنی؟ خیلی خوب اشکاتو پاک کن. آرشگاه رفتی؟ موهاتو کوتاه نکردی که؟ جیگر تو، جیگر تو بوس نشو، بوس 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 پشت تلفن بدم میاد بوس بوس میکنی. خیلی خوب برام نمیتونم، باید پنجشنبه است ببرمش به صحرا دیگه. میگم نمیتونم پنجشنبه است، باید بابا باید علیه ببرم به صحرا. شب میام، شب 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 میری؟ من در میام. دایی جان کجا میای؟ راست ازدواج داریم با هم دیگه. عبادت دایی داره نمک میریزه. خب برو دیگه، نه حرف نزن جیش بوس لالا، برو خدافظ. خود حرف نزن اینقدر. چرا اینقدر حرف میزنید شما آخه؟ بچه جوری باباش رفته رو مخم بیرون نمیاد. یه لنگشو گذاشته این ور، یه لنگشو گذاشته این ور. منم حاجی راحت باش. چیکار میتونم بکنم؟ تا این آق داداش تو دو کوه پنچر کردن من هیچ غلطی نمیتونم بکنم. چیه دایی؟ یک داره. ای بابا گشت تو یه جواب گریه. آره دیگه، من مسئولیتش با منه دیگه، مسئولیت یک و دو با منه فقط. آره قبل تو بردیم. تو چیکار کردی؟ چیو؟ قضیه سالهی رو گفتی بهش؟ گفتی راست؟ آره گفتم. گفتی افسانه من داشت نیومده؟ گفتی افسانه من داشت نیومده؟ آره همه رو گفتم. چی گفت؟ هیچی نگفت، سکوت کرد. خیره. خیره به کجا؟ من چی میدم؟ به افق دو کوه؟ خیره بود دیگه بابا. خب بهش میگفتی علی آقا تو که دم از خیرت میزن. تو قرآن شده. لا اله الا الله. به جان تو اینا همه خلوچه هم. اینجا بیرم. تو چه قضیه رو لو ندادی؟ جواب من لو بدم؟ بله خب دمت گرم، برو چایی رو بذار من برم دایی رو بشکرم. ها ها بنام خب چکار کنم الان؟ اینو ولی برم برو زرم نزن دیگه. اومدم دیگه دایی بابا تو هم دیگه. علی علی جان سلام. آیا سلام؟ چرا من دیر چایی؟ هشته ده من سلام نمیرم. بیا بخار آباده ماشون، تبول ماشون نیست. کجا بودی تو الان؟ کجا بودم بود؟ سر قبر بابات کجا بودم؟ اوه از تو الان رفتی سر قبر بابات؟ هیچ نیچه مگه؟ هیچ نیچه نده. اخ سیزده اولاد دیالا. سیزده جو یاز
قبل چراغ یامور بلکه من که کلمه گران آخیم بلسنه هیچ یادت میاد چند وقت سر قبل بابات نرفتی؟ بابا گیر نده من حسن نه گیر نده گیر نده من چندم اگه من آبگر کنم نه چی قرار تو گروب که نه چاگر دو اینه بسته بابا بر میشم علی ارجونه علی افتاریشو دادی؟ من پنجشنبه است خب یادم نبود حالا با کل باش با تو چی یادت میمونه هیچ زده سنم امید اون ماقل ماست فقط تو کارا تا بازم شیل دقار اوز اوز سرمانه نه کارا تا اونا رو سنده علی ساده تو تلفن قرار بودن بونا دوزن اونا دوزن الله آقابت به خیلی دستیم بالا بی چیخیم گلسی بی من یه هم دور کرده الله بی تخمه آدم شم سرمو میذاشتم بشونه تو های ها گریه میکردم همیشه با خودم میگم کاش که اون خمپاره نانجیب نمیفتد تو سنگر کاش هیچ وقت مجبور نمیشدم تو رو با سر و گردن خونی توی بغل بگیرم کاش اون حرفا رو نمیشنیدم کاش اصلا جنگی در کار نبود کاغذ پوسیده در و داغونی که اون شب با دستای خونی دادی به هم الان سال هاست که مایه عذاب هم شده این یک کوه رو دوشم سنگینی میکنه یوسف به دادم برس نارفیق بگو چیکار کنم حرف بزن یوسف حرف بزن دلاور ما رو شیپوندن و اخبی شما باهاشون درگیر شده بچه ها ردشون رو گرفت
میخواستن کارایی بکنن، اما من بهشون گفتم که شما راضی نیستی. حالا دست نگه داشتم تا مصلحت چی بشه. آجی در مورد اخبیتونم آقا جوادی مطلبی هست که باید حضورن بهتون بگم. البته من یه گوشنش رو بخوانم وارده اومدم توی مسجد. یه روز دختی آب و دریغ از گرده بارو یه روز هم شرد را پیشه بسید بسگری خیلی نگادا بسگری شاکر هرچی بسیجی با حال بی پایگاهه شاکر علی آقا بوی موها زیر بارو بوی باز که بساط طرب تقن عشقی علی آقا خسته میشی این وز مرگ من خسته کف نمی کنی چهار داری می کنی؟ نقشه کافی شاپ که نیست حتما نقشه بیب دم شما گرم علی آقا دم شما گرم علی چیه قری مثلا آره آقا که یه غلطی کردی این معذرت خواهی هم کردی حالا میخوایی به خاطر چهار تا جوان باش تا عبد و در واسه ما بری تو قیافه خلی آقا آجی بی خیال دیگه بابا بی خیال علی دیگه علی عدد علی 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 جو که جایی شینیدی یارو این راست این خوبه دختر پسره داشته بیب استغفر الله اینو نباید بگیم این راست کارتو علی آقا خیلی بسیجی جب سیاه تانکو توی دو کوه پیدا میکنه بعد که روشنش میکنم میبینم اینگه حاجی جان مادرت گلم نده حاجی گلم نده شنیدی ها شنیدی پس دیگه شنیدی بزن بغل علی آقا یکی دیگه هم بود محسن چه خان میگفت همی الان گفت خیلی باحال بود علی تو شنیدی توی قزوین یه انتشاراتیه دیوان خسرو و فرهاد در برده شیری نیست خیلی هم فروش کرده میخوای با بچه های پایگاه بریم پلوم بشونیم یکی دیگه هم هست این هم باحال بود این؟ ها؟ شبا کجا میریم؟ شبا همش به میرم من سراغ می و پیمونه میرم من تو این میخونه ها البته اینجا قصد و قرض از می و میخانه یعنی رسیدن به وصال خدا رحمتش کنه اگه به جای میخانه میرفت باشگاه الان زنده بود علی آقا میگه می بخور منبر بسوزان بیا علی آقا بیا شده بیا 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 حال کنیم امشب میگه می بخور منبر بسوزان اما مردم آزاری نکن ما هم جون داشتیم نه منبر آزاری داریم نه مردم سوزی را میندازیم یه به قیافه آجیت میخوره غلط انداز باشه چته بابا علی آقا شبا با محسن چاخان میرم بیرون میچرخیم اون مسافر کشی رو میکنه منم میشینم بره دستش علی آقا سیر آفاق رو میکنم این ور اون ور همون تنها نمیمونه هم ما دلمون یه نموره وام میشه آجی این روزا دارم روی آدم ها و بشریت مطالعه میکنم حق داری بخندی گنده تر از دهنم زر میزنم ولی تو همین لکنته محسن چاخان هر شب کلی واحد مردم شناسی پاس میکنه آره این شهر بی پدر علی آقا شبا بهتر زاد شروع میکنه روزا شیر تو شیره سگ صاحبش نه ولی شبا آخ شبا علی آقا آخ شبا
چه بارونی آجی، هوا هوای دو نفر است علی آقا. کف نمی کنی تو خونه؟ علی آقا تو این بارون ما بزنی کجا؟ دربند، درکه، باقالی، لبوی داغ، قلیون، چایی، سیگار تو بزنی؟ دختره اینقدر سیگار ما رو دود. محسن چاخان دو در بازی شده علی آقا. زرق و زرق سیگار ما رو میشونه. علی تو جاساز سیگار مامان نمیدونی کجاست؟ نه عزیزم نمیدونی کجاست اینجا؟ بابا یه سیگار دیگه جاساز میخواد آجمان کجا میذاری این سیگار تو؟ جواد جونم آدی یه جواد یه سیگار خیلی باحالی بسیجی. علی آقا پرمر که نیست. ببینید که من بدم میاد این چیز. دم شما گرم. البته بنده مطلع بودم که شما هر از گاهی یه خلافی میکنید ولی به روی مبارک نمی آوردم. اینو شنید. آدمایی مثل تو که سیگار میکشن دو تا دلیل بیشتر نداره. یا رسیده به ته خط رو زده به این سینما یا همینجوری دردی داره که مربوط به این حوالیه. این حوالی بد حوالی علی آقا رو گسل واقع شده. زلزله میکنه آجی، زلزله میکنه. حالا شما ها بفرمایید جزء کدوم دسته این؟ اون دسته سینما یا این دسته؟ علی آقا لیلا 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 رو بردن سیاه چشمون بلند بالا رو بردن لیلا لیلا لیلا. علی آقا امشب میخوایم حال کنیم با هم دیگه. پایه حال هستی یا نه؟ پایه بعد جان مادر گیر نده ما بزن حال کنیم با هم دیگه. گیر میدی دیگه گیر میدی همه تو گیر میدی با آدم. امشب میخوایم با هم حال کنیم. جون این چیه؟ این اینه که از راست که میخوام اون دنیا باش محشور بشم. بیا علی یه بارم شما به دل ما باش. عدالت یعنی این میگه صبح تا شب ما نوار شما رو دوشون کنیم. امو ایلج بیا با نوار آقا جون خدا بیا خورسه بیا. آهه جونم دایی جونم گرد یه گردم علی علی آقا بیا امشب میخوایم حال کنیم. ماشالله داری گردم یادت دادم داری؟ بیا بیا باشی نوکرتم هستم بیا 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 من بردم تو تنها باشی بیا علی آقا سو کمیتا مرد بر امریکا مرد بر اسرائیل مرد بر شبا آجا ایلی آقا بیرم تو اتاقش چرت و پرت میگیم میخندیم حال میکنیم بعد که خوابش برد میزنم بیرون تنهایی نمیتونه بخوابه. یا ایلی آقا خیلی وقتی نشستیم با هم دیگه گپ مشتی بزنیم آخری ما هم چه این بوده عشقی اصلا یادته؟ ولی من قشنگ یادم درست شبی که آقا جون خدا بیامرز و تازه خاکش کرد. نه شب هفتم یا هشتم اون شب هم داشت بارون میومد علی آقا تا خود صبح نشستیم با هم دیگه گپ زدیم. خدا رحمتش کنه پیرمرد دم آخری خیلی سفارش دو هم میکرد علی آقا. وقتی پروین بهم زنگ زد نفهمیدم خودمو چطوری از توکیو تا خود تهران رسوندم. یه بند تو هواپیما گریه میکرد. اونجا بود که فهمیدم پدر چه نعمتی. آدم وقتی داره که قدرشو نمیفهمه ولی همچین که میره تازه میفهمه چه خاکی به سرش شده. علی خدا وکیلیشم نه من نه تو اولاد خوبی برای اون خدا بیامرز نبود. نه با جبهه رفتن و حزب الله بازیای تو موافق بود نه با ژاپن رفتن و جلای وطن من. علی تو میدونی اون خدا بیامرز تو رو خیلی بیشتر از من دوست داشت. به مرگ علی جان من همیشه دچار کم بوده محبت میشدم و اینه الان منم یه پا واسه خودم فرمانده شده بودم. مثلا یه کاری میکردم شیطونی میکردم با بچه تو کوچه دعوا میکردم داد میزد دنبالم میکرد میگفت تخم سگ تو فلزت رفته به اون گور به گور شده گور به گور شده. یه بار نشد به این مادر بدبخت ما بگی اون
مرحومه، اون خدا بیامرز، ولی مادر تو علی آقا چه میکرده؟ علی آقا بابا علی بیخیال شو داریم حال میکنیم به جان علی. علی میدونی که خیلی آتیش گرفتن موقعی که رفتیم لاشه کامیونش از تای دره بکشیم بیرون. میدونی تو داشبورد کامیونش دیدن یکی سپر از نامه، نامه های تو از جبهه بود و نامه های من از ژاپن. بد جوری آتیش گرفتم واجی، بد جوری. همونجا بود که گفتم گور پدر ژاپن هم کرده میمونم تو همین خراب شده و خونه بادم رو میگیرم زیر پر و بادم. داشتم اینو بهت میگفتم علی آقا، پیرمردم آخری خیلی سفارش تو من میکرد. علی میدونی آخرین جمله ای که گفت چی بود؟ چی بود؟ میدونی چی گفت؟ در گوش من گفت، خودش به من گفت علی آقا، خدا رحمتش کنه. گفت جواد، گفتم جونم آقا جون. گفت جواد باید قسم بخوری تا علی و دامادش نکردی خودت رخت دامادی تنت نکنی. من خرم قسم خوردم دیگه، چه میدونستم شاید علی آقا بخواد فن نگیره، شاید بخواد دو کوه پنچر کنه همونجا بمونه، اون وقت تکلیف چیه؟ حالا علی آقا فکر نکنی که ما پشیمونی، ما یه قسمی خوردیم این شیر پای حرفمو وایستادیم داداش. بسم الله الرحمن الرحیم. فاتحه بخون، فاتحه تو بخون، یه دو کلمه میخواییم با هم اختلاط کنیم تو از این نطق هم باهاش شد علی آقا. الله رحمت رسول دایی، تو هم یه فاتحه بخون. بسم الله الرحمن الرحیم. فقط کامل بخون دایی آقا، امشب کامل بخون. نمیت گرم خب میگفت ای علی آقا تموم شد فاتحه. نه میخوام ببین من یه مدتی تو نختم علی آقا، تو این روزا یه چیزیت هست. نه هیچ چیز. چرا تیزشو حق داری یا به هر حال تو این خراب شده داره یه اتفاقاتی میفته که چطوری بگم قبول کردن این باور کردنش برای شما سخته دیگه. شما یه جورایی با جبهه و جنگ و این چیزا حال میکردیم دیگه، غریبه چه میفهم یا با خلاجر بودیم دیگه، ولی الان یه سری چیزا بعد جنگ داره عوض میشه که خدا وکیلی خدا وکیلی قبول دارم بعضیاش نامردیه، ولی حاجی بعضیاش هم نمیشه کاری کرد. علی به موت قسم، به موت قسم، به روح آقا جون قسم، این همه میگن جبهه جنگ نمیدونم چی چی، من وقتی باور میکنم که تو با امثال تو ازش حرف میزنی. بله معمولی و این بچه های پایگاه که یه فشفشه هم از نزدیک نهید، اصلا زرمی پرورات نهیدن، چی برسه به جنگ؟ میفهمی چی دارم بهت میگم؟ میدونم دلت خونه از این دعواهای هیدری سفتری همه پشورات پاشو میدونم پاشو چشات شعلا شده از بیخوابی و خالی برد. تو چیکار به چشای شعلای من داری علی آقا؟ علی آقا علی آقا بیا اینجا، نمیخوای بگی باشه نگو، ولی یادت باشه که چه دلیلی داره چهار تا محل بالاتر چهار تا محل پایین تر به داشت میگن جواد زبل؟ دلیل داره علی آقا، بیا بیا بگو علی آقا، بیا فرما کنی جونم علی آقا. بعضی از دردها خیلی درد، خیلی علی آقا خیلی، اما نه رنگ دارن نمیشه گفتشون، فقط میدونی هستن و باید درد کنی. این آخریه رو نفهمیدم تو چرا درد کنی، ولی میدونم هیچ درد بی درمانی تو این دنیا وجود نداره. اینم داشته باش از دکتر جواد صدا حاضرم پاش سمپون سیومش هم بدم. علی آقا قصه من فرار نکن، داشت انقدر مار خورده که افعی شده توی توکیو، همین یاکوزا ها که داشت میشه به آجید میگفتن جواد بوا. نمیتونم واسه یه حرفی که یه عمر رو دلم قنباد گرفته صبرا کفرا بچینم، حالا سله زیرو رو کشیدن هم ندارم، میخوام باز رو بازی کنم علی آقا. جنبه شو داری برم سر اصل مطلب؟ برو علی میرم ها، برو سر اصل مطلب، بیرم چی اصل مطلب این جنبه بازی در نیه بیا حرف بزن. علی تو حرف بزن کن، تو قبل از اینکه افسانه خانم زن یوسف بشه خاطرشو میخواستی دیگه، درسته؟ خب اشکال نداره دل دیگه، قشنگیش هم به همینه، میگه یهو آدمو چپه میکنه. این که میگن عشق عشق یعنی همین، شما عاشق میشی من باید از کامپلیک یوسف میاد وسط میگه آقا یوسف بفهم با شما ازدواج کن. علی آقا مرده ها مردن، تو چه میخوای در دل تو قفل کنی؟ بابا گذشته ها گذشته، به دلت باش، فکر کن اصلا گذشته در کار نبوده، به دلت باش علی آقا، به دلت باش، یه نفس سیگار بده کف میکنم نصف شبی. اه
سلام از سب. من که گفتم بخوام بفهمم میفهمم، تا الان مطمئن نبودم، ولی حالا که مطمئن شدم همین فردا دست افسانه خانم میفرم تو دستت. هاورو که رفتی بعدشم خودم میرم سراغ پروانه. آخه طفلی پروانه شب میری؟ آره داری. آره شب هم میرم. آخه پروانه بیا داری جون بیا. میگه خواهم تو شبی محبوب دلم، پروانه من، پروانه من. بسم الله الرحمن الرحیم. مادر بی تو تنها و غریبم، اتاق خالیم بی تو چه فرده. مادر دلیم من دلیم عاشق دیوان منم، چپنک تک گدرم تا چه گدیب شم اچتم. گدرم هم گدرم عاشق پروانه منم. ماشالله جون. پروانه کی میده جواب؟ پروانه؟ پروانه کیه؟ بیا بهت بگم. ایلش؟ اوتو؟ این فرانسوی ها حرف میزنید. اوتو؟ پروانه، پروانه یه فرشته کوچیکیه، این نانازه توی قلعه اسیر دست بابای پوفیوزش. حالا کار آقا جواد چی؟ کار آقا جواد اینه که بره شاخ این قول پی رو بشکنه. ولی اما لالا اماش اینه که راه این قلعه بی پیر از دو کوهه میگذرد. جواد یه جلر کجا هم میری آخه؟ ها؟ یه جلر کجا هم میری؟ که جلر فکری من یا تابیل میرم بو فکری باشم نان آتا بیری بیرستن دلی دیگار نیست بالا بیری بیرستن دلی دیگار اینه ایم که جواد سنر شتا بیرم جواد سن الله بو پروانه کیم ده از من راستشو بگم. آها از تو راستشو میگم. باش از تو راستشو میگم. خدا رحمت کنه فردوسی رو نبود این روزا رو ببینه. عاشق ادبیاتتم. از من راستشو بگو. از تو راستش میگی این شعر دیگه. شمع و گل و پروانه مال بابا طاهره اوریان. من که بگیرم خراب شد یا میگم. بابا گیر نده به من دیگه گیر نده. والله بیلا سیما والله که جلرش یانا گت میرم. شبا با محسین چاخان میرم بیرون میگردم. من که بچه نیستم آج خانم به من گیر میدی. تو اگه مادری میخوای مادری کنی برو بشین پای دل این دردونت دو کوه ببین چه مرگ شاخه. نبیرم والله منه که استاد بیمه نظر لمشم ابل فس و فرسته ایکی جز قرآن خانم زینبن ذات اقدس مزده. الان بلش کنی ها همه رو اینجا ردیف میکنه. آشکارو با این چیزا پنچری این آقا گرفته نمیشه. اگه واسه ما آسین بالا نمیزنی میگه گوره پدرمو آلا مادری مونه دیگه. مادر راست راستکیمون که نیستش که. ولی اون دردونه دو کوهه که از شکم خودت آشکارو اشکت بابا چرتم پرتم میگی نصف شبی عقلین آزو بلبل گجه یارسیه. چرتم پرتم این کلمات ناگاو از کجا دون در میگرد؟ بابا جاپانه دیده از کجا چیه؟ جاپانه جاپ شما جم نداری؟ من بگرم بقید گیر نداری؟ جم نداری؟ بگو بوزی گلگه بسیار من بگو مسخره ایلم جاپانی وای نه نه جا ببینم چه تو جهیدن دو دره باز شدی؟ دو دره باز دایی نداری؟ دو دره باز یعنی اینکه این سیگارت رو کجا میذاری؟ جاساز سیگارت کجاست؟ سیگار میخواد. چی میخوام؟ سیگار میخواد. آره سیگار میخواد باشه. کجا گذاشتی این سیگار؟ فریزر یخچال. بابا فریزر یخچال مگه جای سیگاره؟ لابد گوشت و مرغتون هم میذاریم یه جای دیگه. وای نه وای نه نه جان وای وای What the fuzz, mommy? Fuzz دایمه منم مور میکشی؟ مور میکشی؟ نکنه تو به ما خالی میبندی میگی میرم مسجد میری کافی شا دوست به سرم پیدا کردی؟
بابا داف شاخ محل. شاخ محل خودتی. شاخ محل خودتی وای نلا شاخ محل. شاخ محل فرف محل وای نلا جواد نه جواد نه وقتی مر میکشی باید بگی جواد. اون موقع که اشنا و هما بیزو میکشیدی میگفتی جواد اشکال نداشت. ولی الان دیگه داری مر میکشی. ببینم تو نمیخوای دو کلمه فارسی یاد بگیری؟ وابی وا. میدونی فارسی حرف زدن تو محل شده جوک؟ یا نه همین دیگه. یعنی بچه محله میخوان یه جوک تعریف کنن میگن یه روز مادر جواد داشت میرفت یه روز دایی جواد داشت مخیلن جلن شد حرف که اصلا تقصیر خود منه. باید روزی دو کلمه بهت فارسی یاد بدم. الان مصری خود یه با علامه جواد حوصله میاخت یا سر به سرم نذاره. الله رحمت. دیدی چقدر خوب گفتی با کمترین لحجه ممکن. جواد سر به سرم نذار. یه بار دیگه بگی تکرار میکنی. جواد سر به سرم نذار. جواد سر به سرم نذار. جواد سر به سرم نذار. سوتیه رو داری؟ بگم امروز چی کار کردی؟ کوچه رو بگم مرگ من امشب بخواهیم حال بابا دایی حلالم کنیم امشب رو بخندیم دیگه بابا زشته بخواب بخواب دایی جانسا بخواب آقا امروز رفتم تو کوچه دنبالش ببرمش آمپول پروستاتشو بزنیم. دیدم کوچه خلوت افتاده دنبال سغرا بندنداز هی داره میگه سغرا بیا سیغت کنم سغرا بیا بیا خونه هیچ نیست بیا بیا میگم به مرگ مامان دارم میگم. سوتی دومو گوش کن. پرید ترک موتور زانوهاش اومد تا اینجا. دیدم بچه محله همه دارن میخندن. اول فکر کردم شاید زیب شلوار چیزی بازه. نگاه کردم دیدم نه همه چیز درسته. بس چرا اینا میخندن؟ بگو چیکار کرده بود. مرگ ماما شماره یک رو من خالی کرده بود اینجا تا اینجا. اتفاقا منم تشکر کردم گفتم دایی جان قربان دستت که شماره دو رو ما خالی نکرد. بابا اینجا دوره جوانیش پروستاتش عیب داشت چرا بهش گوجه ندادیم؟ چرا بهش تخمه نه؟ چرا دکتر نه؟ گوجه دادیم، خیار دادیم، سالاد دادیم، همه چی سالاد دادیم برای پروستاتش، برای لاغریش چی دادیم ماشاءالله؟ بله تا بهش نمیاد من که بهش نمیاردم جه ولی بالاخره پروستات یه مشکلیه که همه مردم میگیرن. اون موقع من میدونم با فک و فامیل شما فردا خواستگار میخواد بیاد واسه پروین اونا گره گفتم دایتم باشه بزر بیدا بهتر باشه. چی؟ خواستگار برای پروین؟ بله شه عجب اینکه نصف شبی ما رو آدم حساب کرد آخه بیا تو پیداد میشه تو خونه بیسو چار سفت با کی؟ گیرت برم من نبا دفعه توی خراب شده چه خبره مثل که شما راستی راستی منو گذاشتی کنار ای من چه گناهی کردم از یه شکر چی میخواد بیاد خواستگاری؟ آقای محمودیه پخیه من چی؟ سمنم چی میخواد بیاد؟ آقای محمودیه به ولای علی پاشو بذاره سر کوچه جفت پاشو قلم میکنه بابا علی تازه میخواد بیاد هر سیشو گفت میخواد درخ بزنه چرا همون اول بهش نگفتی نه؟ چرا همون موقعی که زنگ زد بهش نگفتی نه؟ بابا من نگفتی که علی همین دیگه علی علی زندگی ما شده علی و مرد که الاغ با یه نمه ریش بوزی پیشونی ور قلم میده توی دل این علی آقای صاف و ساده ما جا خوش کرده. این احمق هم فکر میکنه که اونا از قماش خودشن. ببین من چیکارش میکنم فقط ببین بابا داری مسئله پره آماده هست من چیکارش میکنم من چیکار از میدیم محمودی ها نهلنده محمودی ها نهلنده توی که دابنه پروین غلط کرده پروین چه میدونم بیرون چه خبره معلومه که من میدونم بخ بخ اگه میدونی یه فکر با حال خودم بکن شده بانک پروانه خانم همش تیغت میزنه همش چشاش به جیفش به جیفشه نظر لای دندونم باشه بگم تا حالا با چند نفر گرفتنش بردنش پایگاه بله امروز باباش زنگ زد گفت پسرت اگه دختر منو میخواد باید مثل آدم بیاد خواست خواهی من در رفتم تو جیرش گفتم والا من نمیدونم جواد چه پخی خورد یا میخواد بخوره اون پسره من نمیتونم جلوشو بگیرم تا اگه راست میگی جلو دختر خودتو ببند بعدش هم جواد هله هله نون میاره تو این خونه باید صبر کنه اولش خواهرشو بفرسته خونه بخت بعد خودش هم غلط خواست بکنه چی گفت؟ گرفتنش بردنش پایگاه؟ باباش
دروغ نگو قسم رست. قسم نخور چادر نماز سرته قسم نخور غلط کرده من مادرشو برداشت میشونم جواد چیکار میکنه آبروش ندیم من این کفنه نیستم جواد فنم دا جواد من این کفنه نیستم لا لا الا الله لا لا الا الله لا لا الا الله اللهم انی ارحم آدم سلاما اللهم صل على محمد و آل محمد محمودیان نهلتی جواد جان، غلام، کارداشم، عزیزیم علف باید لای دندونای بوزی شیرین بیاد که الحمدلله شیرین اومده خود کارشم نمیشه کرد هش بهش فکر کردی چرا یه دختر دو سال پشت سرم نباید خواست کارداشت باشه یو دختر مال مردمه هم گناه داره هم دکی معصیت داره هم دکی با این کاره که جیهری آمش کرده میشه چی کار میکنه؟ چیکار میکنه مگه چرا روش سرکوف میزنی؟ سرکوف میزنی که چی؟ میخوای 24 ساعته دومش به دوم تو بسته باشه بیاد قاطی خاله خانباجی یا سر سفره ختم انعام و قرآن و دعای کمیل رو بزنه تو سرش و گیساش چنگ بزنه نه آچکال اون دوره گذشت اگه کسی در این خرام شده رو نمیزنه دلیل داره دلیلش هم برمیگرده به این دردونت دو کوه هر اولاغی که میخواد بیاد خواستگاری و شستش خبردار میشه که اخوی خانوم جامونده جبهه و جنگه و هنوزم که هنوزه دق جنگ جنگ تا پیروزی به دلشون مونده عطای دختره رو به لقاش میبخشن اینه آج خانوم دلیلش اینه نه این که ازم پیغمبر اولاد صف اینه دلیله ای داد ای داد حیف اون خدا بیاموز اینجا ایستا ببینه چطور دردونش رو این گونی سیب زمینی از این او خدا بیاموز اگه زنده بود که من غمی نداشتم او خدا بیاموز اگه زنده بود رو حرف مرم نمیزد که بیا تو قسم نخوردی بیا خدا بیامرز قسمت نداده اگه شرفم خدا بیامرز توی تو از رو قسمت وایستا دیگه بچه نه رو قسمت وای نمیستی بادی آقلاما باش من از روی قسمم وای نیست خودت هم خواستی برو شوهر کن پخیه من بابای محسین چخان هست دیگه تو هم که صغره رو داری اونم رو داری نمتون شوهر کنی بگیریت بی معرفت بی فهرنگ جواد جمع بالا با اون دخترم نمیدونم والا چی کار میخوای بکنی از تو به من نصیحت دخترهای امروز آدم تون بتون میکنن گفته باش باشه برو بخواه فردا 2000 تا کار داری تو قدم سیخار نکش بیرا قشنختن این گلیر فردا دو پول بذار توی زنبیل 2000 تا کار دارم ای داد چون باش خره باش یعنی این هم از هم دیگه دور بودیم دیاره یعنی تمام این مدت داشتیم به هم دیگه دروغ میگفتیم خوب چیه پروین؟ بد چیه؟ چرا به من نگفتی پروین؟ چرا به من نگفتی؟ بی معرفت ای داد همیشه فکر میکردم تو این شهر خراب شده که سگ خرابش رو نمیشناسه من یه خونه ای دارم با یه مادری و یه خواهری و یه برادر که دوستشون دارم بی حساب کتاب بی چونکه اونا هم همینطور وقتی به این چیزا فکر میکردم سرم بالا نگه میداشتم قدم ها محکم بر میداشتم دلم قرص میشد لامصب چرا به من نگفتی؟ پروین چرا به من نگفتی؟
حالا مگه فکراتو کردی باشه مبارکته. اگه فکر میکنی که خوشبختی تو اینه باشه مبارکته. اگه فکر میکنی انتخاب درسته باشه مبارکته. ما هم حرفی نمیزنیم، ولی فقط یه چیز مطمئنم کن که حرف حرف خودته. مطمئنم کن که به خاطر علی داری به اون مردی که آره نمیگی. مطمئنم کن پروین، مطمئنم کن که انتخاب انتخاب خودته. منم خفه میشم دیگه زر میزنم، ولی مطمئنم کن انتخاب انتخاب خودته. به خاطر علی داری آره نمیگی. مطمئنم کن، بگو بهم پروین. سکوت یعنی چی؟ این سکوت یعنی چی؟ یعنی تو به خاطر علی داری به اون مردی که میگی آره؟ چرا هیچی نگم؟ چرا هیچی نگم؟ علی خودش هیچی نمیدونه، رو دست خودش مونده، رو دست ما مونده. چرا یواش؟ تو چه یواش؟ بذار علی بشنبه، بذار علی بدونه. استغفر الله. من این قصه رو تمامش میکنم، همین فردا این قصه رو تمامش میشه. موهای سرت این دندونات سفید بشه، نمیذارم به خاطر علی به اون مردی که گوه بگیاره. نمیذارم این خوشبختی کوچیکان از ما بگیرم. خوشم کردندم نرم با تموم مشنگیش، فقط به خاطر دل پاکش، فقط به خاطر دل پاکش داشتم و به دندون میکشم، ولی نمیذارم امثال اون پوفیوز ازش سوء استفاده کنم. نمیذارم. میدونم چی میخوای بگی، نمیذارم ذره ای از احترام علی نسبت به تو کم بشه. کاری میکنم کارستون، کاری میکنم که اون مردی که در نزده برگرده. اون که سهله گنده تر از اونها شما تو توکیو سر بینا. تو فردا افسانه رو کی میبینی؟ به تو چرا داره جواب منو بده؟ میگم فردا افسانه رو کی میبینی؟ بعد از ظهر دیره، همین فردا صبح میری قضیه رو بهش میگی، میری قضیه سالهی رو بهش میگی، میگی قضیه سالهی چرت و پرت بود، نقشه کشیدیم که کشیدیم. همین که من دارم بهت میگم، برو اصلا راست چی بگو، بگو علی آقای ما تو رو میخواد، افسانه خانم باید بیای با علی آقای ما ازدواج کنه. همین که من دارم بهت میگم، برو بگی بخواب، اشکاتو با کن، برو بگی بخواب. مسابقاتو چیکار کردی؟ فارسی گفتم. مسابقاتو چیکار کردی؟ بردم. این ناله داره، خب بردی آبجی منی، باید ببری. با تمام وجود به تو افتخار میکنم. وایسا کجا داری میری؟ بیا. اشکاتو پاک کن. دوست ندارم اشکاتو ببینم. بیا. یکی واسه تو گرفتم، یکی واسه اون چی؟ این خمپاره است، دشمن دیگه وارد شد، اومده همینجاست، باید بهش حمله کنیم. با علی آقا برو بگی بخواب، برو بگی بخواب. پروین تو هم شنیده بودی که افسانه رو گرفتن بردم پایگاه؟ جایی که مامان میگفت راست میگفت. اگه شنیدی بگو. شما که امروز ما همه چی رو خالی کردیم، اینم بگو دیگه. بگو نه ترس، راحت باش، حداقل اینو به ما بگو دیگه. با ما اینجوری باش، بگو نه ترس، بگو. خب شنیده بودم تو که بچه تو گوه خوردی شنیده بودی، تو غلط کردی شنیده بودی. واسه چی شنیده بودی؟ به تو چه ربط داره؟ ها؟ بردن که بردن؟ به تو به شما جرم صبح داشت میشید کنار پنجر فضولی مردم ها میکنید کی با کی رفته، کی چی گفته، کی چی کار یک طلاق گرفته، که من دختره رو همینجوره که هست میخوامش. من به حرف دلم گوش میکنم، برای اینو به همه هم بگو. بگو جواد فقط به حرف دلش گوش میکنه. آقا من فقط به حرف دلم گوش میکنم. برو بخواب، دبار بگی بخواب. اه همه میتونستم به حرف دلشون گوش کنم. جواد جانا من در شنیده بودم. او
اون که به ما لا اله الا الله لا اله الا الله الله رحمت بیه بسن داد و پره محمودی ها نهلته تو چه دابادر لنم محمودی من خیلی وقتتون رو نمیگیرم. به راستی بچه ها دوره هم اینجا. مصطفی عزیزی میگه به شما بگم تحویل بگی بچه یتیما رو فرمانده غریبی نکن آفتابی شد. خب دیگه هرزی ندارم. سلام برسی میکنه مادر آناناس تو هم سلام برس یادایی یا تو رو بخواهنمت یا نه هنوز من رو نشناختن دایی ببین چی کار میکنم کاری میکنم دایی خودت اصلا کیف کنی سهراته؟ این شماره سهرات گوشی من چی الو صحبت همون کردم تموم شد الو جرأت داشته باش حرف بزن الو جرأت داشته باش جرأت داشته باشم جرأت چی شاید یه اعتراف اعتراف به چی؟ به یه شوق کهنه یه مرده که دیگه زنده کردنش چیزی رو عوض نمی کنه؟ یوسف من به چی باید اعتراف کنم؟ یوسف کمکم کن کمکم کن یوسف خوش بقال شما ها که نموندین ببینین اون روزا رو این روزا دیگه یوسف دیگه جرأت نمی کنم حتی پیش خودم اعتراف کنم که دلم برای دو کوه تنگ شده برای اون شبای پر رمز و راز برای اون غروبا و صبحگاه های قشنگش برای همه چیزش یوسف دلم برای قربت دو کوه تنگ شده خیلی کاش جنگی در کار نبود کرده بدم خدمتون
آقای محترم اینقدر این عطر مشهدی رو خالی نکن این سر و صورتت، شاید دیگه خوشش نیاد. و تو شل زرد یک گلاب توی زیر خوده یه مقدارم دارچین به پاش پشته خیلی جذابتر میشی. بردار گوشی رو آقا، گوشی رو بردار. علی آقا چرا اینقدر دیری رو مخ... لایا بله جان گرمابه بهشت؟ نه قربان اینجا گرمابه جهنم، آبش هم همیشه یخه. تشریف بیارید در خدمت باشید. خواهش میکنم علی آقا، من دارم میرم سراغ این رفیق فابریک محمودی، میخوام برم بهش بگم غلط میکنه پاشو بذاره تو این خونه، میخوام برم بهش بگم بی جا میکنه پاشو بذاره تو این خونه. شنیدی علی آقا؟ دارم میرم سراغ این محمودی. فقط یه چیز جلو ما میگیره، اونم آبه پروینه. این قابل حرفش بیفته سر زبانه با مردم فکر کنه که چه خبر شده. بخاطرم این شاید بهتر باشه که خودت بری با شرف بزنی. به هر حال ما زبون هم دیگه رو بهتر میفهمیم دیگه، ما نمیفهمیم کنه شما چی میگیم. تو فکر میکنی تو این خونه چی کاره ای؟ جان؟ تو این خونه چی کاره ای جواد؟ من هیچ کاره همین رو خواستی بشنوی دیگه نه؟ علی آقا من هیچ کاره هم هیچ کاره ای که از یه شکم دیگه از سوزگاره زیادی زور میزنه سوزگاره. من اینو نگفتم همین رو گفتی. اینو نگفتم من زرم این آقا جواد، بعض وقتا که لازم باشه بزرگ خونه است، بعض وقتا هم اینقدر ریزه که اصلا به چشم نمیاد. با یک طلبکارهای آقا جون خدا بیامرز میریزن توی محل. آقا جواد بفرما شما بزرگ خونه اید، موقعی که صاحب کامیون هنوز دو روز از مرگ این خدا بیامرز نگذشته و بیاد دم در خونه و جیرین بیام پولش رو میخواد و مرده و زنده هم هنیشه نیست، آقا جواد بزرگ خونه است. دلش هم به همین خوشه ها، بیمنت داره آبروداری میکنه. موقعی که خیر سرش دو لقمه نون میخواد بیاره توی خراب. لا اله الا الله، لا اله الا الله. علی چرا دهن من رو وا میکنی آخه؟ علی جون، داداش من نمیفهمم وقتی پای ناموس آدم میاد وسط دیگه چه فرقی میکنه بزرگ باشی یا کوچیک باشی، از یه شکم دیگه باشی یا نباشی، بسیجی باشی یا لومپن باشی. من نمیفهمم علی آقا. حاجی تو میری سراغ محمودی یا من میرم؟ تکلیف منو معلوم کن. باشه من میرم، من تنم میخوره برای جواد. علی امشب خواستگار نمیاد تو این خونه، یعنی من نمیذارم، شده خون به پا کنم نمیذارم. علی آقا ما رو که میبینی میخوایم که این خراب شده زندگی کنی. زندگی تو نمیذاری نامستم آره، تو فکر تو سکوت تو اینقدر که میذاری هر نامردی باشه بذاره تو این خونه. قیمتت کجا رفته مرد؟ حق نداری با من اینجا. چرا حق ندارم؟ چرا حق ندارم؟ چرا حق ندارم وقتی میبینم همه چی تو داری به باد میدی؟ چرا حق ندارم وقتی میبینم افسران پفیوز پشت عزتت شرفت قایم شدن؟ بدبخت به ناموست چشم دارن. میفهمی چیه ناموس؟ اون میخواست با پروین ازدواج کنه. غلط کرده. چرا نمیدونی؟ غلط کرده. اون میخواست با پروین ازدواج کنه. من نمیذارم. من کار این خانواده‌ام. علی آقا همین رو میخواستی بشنوی؟ علی جون من همه کار میکنه با آدم ایان ناس، من جواد صداقت همه کاری این خونه با آدم. تو چی کاره ای؟ تو چی کاره ای که فکر میکنی جبه رفتی هر کاری دلت خواست میتونی بکنی؟ تو چی کاره ای که میخوای برای پروین تصمیم بگیری؟ من هیچ وقت برای پروین تصمیم بگیری. بس اون مردی که اولاد واسه چی میخواد بیاد اینجا؟ یعنی اینجا پارک لالست نمیدونم هر چی دلش خواست بیاد اینجا. من خودم با جواد مسئله دارم. علی جون مسئله تو حل کن. اما به خودم اجازه نمیدم تو سرنوشت پروین دخالت کنم. دخالت میکنی؟ اون دیگه بچه نیست. پروین بچه نیست. جواد پروین بچه نیست. پروین من به تو گفتم با محمودی ازدواج کن. من چیزی گفتم اصلا به جواد بگو. بهش بگو. پروین اینجا. پروین حرف میزنی ها، حرف میزنی پروین. توضیح بده پروین برای جواد توضیح. من چیزی راجع به محمودی بهت گفتم. علی آقای ما نمیخواد دروغ بشنوه. دروغ گناه کبیره است. بگو پروین. حرف بزن. علی خوشش نمیاد از دروغ. تو خودت میخواستی. از چی میترسی پروین؟ حرف بزن. حرف حرف خودته، انتخاب انتخاب خودته. پروین حرف بزن.
حرف حرف خودت، انتخاب خودت. پاشو ببینتر. پاشو جواب. پاشو جواب. پاشو بدش کنم علی فرایت ببینه تو فقط جلوی اون چادر سرت بگیره. علی بشموش دادم. علی آقا همچین که دو قدم میره اون برفر چادرشو میشه پوله تو کیفش کاکالاشو میده بیرون رو ماتو کنم. جواب پارت کنم. جواب نه تو پارت میکنم. علی آقا خونه رو بشناس. عکس این درگی است تو کیفه تو چی کار میکنی؟ راست سچ من مادر تو به عذاب جواب جواب تمامش کن جواب برش کن جواب جواب جبه گرفتی ناره؟ دوکوه دوکوه که میگفتم اینجاست؟ حتما از آلبوم تو کش رفته خودش که نمیده که لابد فردا هم نوبت ننمون علی آقا علی من مادر محمودی و ازاش میشونم جواد جواد من دیشب با محمودی صحبت کردم اون دیگه نمیاد اینجا بهش گفتم دیگه نیاد اینجا جواد جواد من دیشب با محمودی صحبت کردم اون دیگه نمیاد. به روح آقا جون به موت خستم که به دنیا نمیدم شدی مطمئن بودم این کارو میکنی به خدا اگه این کارو نمیکردی آخر عمر نمیبخشیدمت خیلی مرگ یعنی علی تو میره چی کار کرد؟ پرچم داداش تو محل بود که بالا بابا دمت گرم پهله بود خیلی مردی علی هر قا که بچه دو کوهی خواهید دمت گرم علی دمت گرم حالا این به من شاکو خواباره کنه بده من رو گذاشی این وزد واسه خودت میباری میدوزی تصمیم میگیری نمیفهمی خواب از اینکه من ناموزه داشتم آدمم من آدمم من احساس دارم قلب دارم میخوام خودم برای زندگی خودم تصمیم بگیرم به تو چه من بگم زنی که میشم ها؟ به تو چه ربطی داره؟ من دلم زن بخدم بازن هرکی دلم بخواد بشم به تو هیچ ربطی نداره جهان تو این که حرف دل دل میکنی از دل در میزنی فقط اطلاعات میشه فقط به این کسی به تو میگی چرا با پروانه یا من زن هرکی دلم بخواد میشم به تو هم ربطی نداره حالا مثلا به هم میخواده جهان سمت من نهیم ها سمت من نهیم تو هم نهیم گیمونی تو چه فرقی با اون میکنی؟ تو چه که برادری کنی در حق من بگی زنی بزنی که خواسته کنی من نیم مرتقی با افثانه این بعد وقت رو معلوم کن حالم از همتون من هم میکنه از همتون زر رکی بابا من چوچک باسه من خبون باشم علی آقا اصلا از میمونده در بود بلا تو سرم فرمانده عاشقتم مخلصم افسان خانم جواد صداقتم خوبی شما؟ جواد؟ خوبه همه خوبه هم. سلام دارم خدمت زنی نزمی تو افسان خانم ببخشید من صبح مزاحمتون شدم شرمنده افسان خانم این علیه ما با شما عرضی داشتن یعنی خیلی وقت جه عرضی دارم اگه اشکال نداره من گوشی رو بدم بخون ببخشید تو رو خدا شرمنده یه لحظه گوشی خواهش میکنم گوشی گوشی علی آقا
این همون وصیت که پیش شماست، دست منم هست. نمیدونم که با اون وصیت نامه دارین چی کار میکنم. نمیتونم بفهمم چه رویاهای یا کابوسایی داریم، ولی اونو میدونم که از جنس خوابای من نیستم. یوسف یه سرباز بود، سربازی که جونش رو داد، اونم توی راهی که بهش اعتقاد داشت. این برای من، برای همیشه زندگی من افتخار بزرگیه. آیا من میتونم زندگیمو با یه سرباز دیگه ادامه بدم؟ زمان زیادی گذشته علی آقا. بین دیروز و امروز و فردا شیاره عمیقی به وجود اومده. شاید ما توی همین دره ها سرگردونیم. فقط اینو میتونم بگم که بهتره به دلتون رجوع کنید. نه فقط به یه تیک کاغذ، نه فقط برای عمل به تکلیف. میدونید علی آقا، هنوزم میشه بین امروز و فردا بریزم، میشه توی دره ها معلق نمون. اینطور نیست؟ بعد از آقا جون خدا بیامرز همچین کشیده ای رو تالا از کسی نخورد بودم. دستای سنگینی داری کلاور. از سلام علیک یاد بکنه علی. دقیقا اونجا داری به کجا نگاه میکنی؟ علی چرخم علی بهت گفتم آمار دو کوه رو گرفتم. دو کوه دو تا ساختمون خوش بخوابی نیست، دو تا ساختمون خوش بخوابیه. اگه اونجا به قول خودتون خاکش بوی بهشت میداد، از صفای وجود خودتون. علی تو دو کوه خیلی وقته که خبری نیست. حاجی دو کوه خودتی. علی آقا تموم کن دیگه، چیه این بچه بازی ها؟ باشو بسکت تو برزار تو اتاق. مبارکت حاجی خب علی نزم، من واقعا خوشم نمیاد. خب امشب برای بگم اتکلم بخرم یا تاقان علی آقا. بریم دایی، بریم. مبارکه. اپو کلاب بیده. آره داییم کلاب بیده. بریم این دایی رو ببرم بیرون، شاید یه چرخ میزن و صبرا خانم رو دلش باز شد. یا علی آقا.